تو این قسمت ما میخوایم نحوه رسم نمودارها رو توی نرم افزار مسوماتیکا برای شما داشته باشیم توسط دستور پلات شما میتونید رسم توابع رو انجام بدید فقط توابع به, صورت دو بادی و سه تعریف میشه که پلات تریدی برای دستورهای رسم توابع سه هستش و پلات خالی برای رسم توابع دو بادی اکثرا استفاده میشن خب برای رسم تابع میایم خود پلات زارش براکت قرار میدم و داخل برکت میام تابه اون رو تعریف میکنیم مثلا من از تابه سینوس شروع میکنم که هم تابع زیبایی هستش و هم خیلی راحت میتونیم اون رو تعریف بکنم من یه متغیر مثلا اسم یو براش تعریف میکنم و بعد باید یه آرگومن دیگه به این تابع اضافه بکنم و اون آرگومن به چه صورت هست؟ آرگومن تعیین بازه یو هستش که شما میخواید به ازای چه بازه از یو مقدار سینوس رو رسم بکنید من میخوام یو رو از مثلا منفیه پی تا پی رسم بکن و من دستور رو اجرا میکنم همینطور که میبینید تابه به درستی و صحیح رسم شده خب یه تابه دیگر ما میام مثال بزنم. مثلا تابه تابه ایکس دو رو من این دفعه مثال بزنم من میگم x رو وارد میکنم و برای تعیین بازه اون میگم x از مقادیر مثلا منفی 5 حالا بذارید یه ذره بیشترش بکنم که ملموستر باشه مثلا میگم از منفی 11 شروع میکنم تا خود 11 میخوام ببینم به چه صورت رسم میشه خب همینطور که میبینید کاملا تابع درست رسم شده اما اگه یه ذره دقت بکنید میبینید از اون حالتی که ما برای یه توابه دو بادی در نظر گرفتیم یه ذره انگار نمودار عریزتر شده حستون هم واقعا درسته چون یه نسبت تبدیلی نرم افزار ماتماتیکا برای رسم تابعش قابل میشه به صورت دیفالت که برای تغییر اون نسبت تبدیل به مقدار حقیقی ما باید به این صورت تابع رو رسم بکنیم و دستور پلات به این صورت باید استفاده بکنم من میام دوباره پلاتو می نویسم من دوباره میام x و تمام دورم اضافه میکنم محدودیت رسم هم, هم میذارم که ایس تغییر پیدا نکنم من فقط بیام نسبت رسم رو تعیین بکنم میام از همون منفی 11 تا 11 قرار میدم خب الان اینجا باید چیکار بکنم دوباره یه آرگومان دیگه اضافه میکنم و به چه حالت به چه صورت به این صورت که میام اسپکت ریشیو رو وارد میکنم aspect ratio در واقع نسبت رسم طول به عرض یا عکس اون هستش یعنی عرض به طول هستش که به صورت دیفالت یه مقدار یک بری عدد تلایی هستش که لازم نیست شما مقدار دقیقه رو بدونید فقط اینکه که اگه خواستید به صورت حقیقی تابع رو رسم بکنید کافیه که مقدار یک رو قرار بدید و تابع رو رسم بکنید همطور که میبینید دقیقا اون کشیدگی که باید تابع x به توان دو داشته باشه رو شما اینجا مشاهده میکنید من بخوام بزرگ نمایی عقبتر ببرم تا کامل توی صفحه قرار بگیره بله شما اینجا کاملا مشخصه براتون که اینجا نسبت تبدیل به چه صورت اومده اون زیبایی که تابع x داره رو یه ذره عریض‌تر کرده و این حالت نرمال و درست صحیح هست صحیحش هستش